من این نکته رو گفتم و تصریح میکنم و ملت بزرگ ما دقت کنند، ما تحریم اقتصادی داشتیم از سال 59، اما جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد. امروز بحث تحریم نیست، ما در یک جنگ اقتصادی هستیم، در یک جنگ اقتصادی که آمریکا با همه امکاناتش، با تمام امکاناتی که داره، با دلارش، با روابط بانکیش، با روابط اقتصادیش، با شرکت‌های چند ملیتیش، از لحاظ اقتصادی وارد جنگ با ایران شده. آمریکایی‌ها تصمیمشون این بود، همونطور که صدام مصاحبه‌ای که در بغداد کرد گفت هفته آینده ادامه این، به خبرنگارا گفت صدام، گفت ادامه این مصاحبه هفته آینده در اهواز من انجام میدم، یا همچون تصوراتی تو ذهنشون بود. آمریکایی‌ها هم همینجور وقتی این جنگ رو علیه ما تحمیل کردن در سال 97، گفتن چند ماه دیگه ما وارد تهران میشیم، اصلا اینا که 40 سالگی پیروزی انقلاب رو نخواهند دید، ما وارد تهران میشیم. اونا فکر میکردن فرش قرمز برای اونها پهن شده در فرودگاه مهرآباد یا در فرودگاه امام، یا همچون تخیلاتی داشتن. به رهبران اروپا گفته بودن 3 ماه فقط به ما مهلت بدید. ترامپ به رهبران اروپا گفته بود، 2 تا از رهبران اروپا به خود من گفتند، گفتن به ما گفته 3 ماه شما فقط صبر کنید، با این فشار اقتصادی که ما آوردیم شما هم کمک نکنید به ایران، تمامه، 3 ماه دیگه نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. یه همچون تصور غلطی، اینم توهم بود، اینم محاسبه غلط بود. هدف صدام سرنگونی نظام بود، ضربه بر کشور بود و حداقل پاره کردن یک عهدنامه. اینام همینا بودن، اینا هم خواستن اول نظام رو سرنگون کنن، اگر نشه یک بلوای بزرگ در داخل درست کنن و حداقل یک توافق رو از بین ببرن. خودشون پاره کردن و گفتن خود به خود این توافق از بین، به هیچ کدام از اهدافشون نرسیدن. در تمام این محاسبات اشتباه کردن. همون توافقی که اونها 2.5 سال پیش گفتن ما از بین بردیم، همون توافق، همون قطعنامه 2231 در برابر اینها ایستاد و در شورای امنیت اینها رو مفتزه کرد. و شما دیدید که 13 کشور، این در تاریخ سازمان ملل بی سابقه است که آمریکا چند نوبت مراجعه کنه به شورای امنیت سازمان ملل، که اینا دیگه مال خودشون میدونستن، حیات خلوت خودشون بود شورای امنیت، فکر میکردن هر کاری میتونن انجام بدن. و اینا بیان طرحی رو مطرح کنن، ماها مقدمه چینی کنن، وزیر خارجه اونها در منطقه و جهان گدایی رو آغاز بکنه برای اینکه افکار رو آماده بکنه، برن تو شورای امنیت برای اینکه یه قطعنامه بیارن علیه ما که در اون قطعنامه بخشی از 2231 رو نقض کنن و بگن تحریم تسلیحاتی ایران در پایان مهر ماه امسال برداشته نمی شود. خب هیچ که بهشون جواب نداد. این آمریکا با این همه ان و طلب، با این همه بالا پایین، یه دومینیکن فقط بهش رأی داد، باش موافقت کرد. 13 عضو باش مخالفت کردن. کشورهای اروپایی که از لحاظ سنتی با آمریکا در رابطه اند، در برابر آمریکا ایستادن. روسیه و چین در برابر آمریکا ایستادن. کشورهای دیگری که عضو شورا بودن روبروی آمریکا ایستادن. اندونزی با شهامت روبروی آمریکا ایستاد. در مرحله بعدی نیجر با شهامت در برابر آمریکا ایستاد. کی تصور میکرد آمریکا؟ ابهت آمریکا فرو ریخت. اون هیمنه‌ای که اونها فکر میکردن در دنیا دارن، آمریکا یک نگاه غضب‌آلود میکرد، 20 کشور عقب نشینی میکردن،
اندونزی در برابر آمریکا وایسته، نیجر در برابر آمریکا وایسته، تونس در برابر آمریکا. اصلا تصور نمی‌کردن که 13 کشور روبروی آمریکا وایستن. این پیروزی و موفقیتی که ملت بزرگ ایران با ایستادگیش در 40 سال قبل در 8 سال دفاع مقدس از لحاظ نظامی، از لحاظ دفاعی اون موفقیت بزرگ تاریخی رو به دست آورد، امروزم بعد از 40 سال این موفقیت بزرگ سیاسی و حقوقی و دیپلماسی رو در سازمان ملل به دست آورد. چی بود علتش؟ علت پیروزی اون روز ما چی بود؟ علت پیروزی امروز ما چی هست؟ فقط باور مردم و ایستادگی مردم.